خب بریم بریم. میخوای با شماش محفوظ بریم؟ آره. یه دو ببینیم اخبار ما بعد از 5 سال چی داره. ها پایین بزن موازه باش. آره یه دو. آقا ما شیطانی نشدیم، روبروی یک ماشین هستیم که چراغای ترمزش باعث شده ما قرمز بشیم. خب مخملی هم این پشته میخواد بره برای تعیین جنسیت. مخمل باید بعد اشته تعیین جنسیت هم بگیریم و بادکنک از این بادکنک آبی قرمزا بگیریم. محمد به نظرت این یه نشونه است که الان قرمز افتاده، یعنی مخمل دختره آبی یعنی پسر، صورتی یعنی دختر، آبی یعنی پسر، این قرمزه یعنی احتمالاً دو جنس هست. بریم ببینیم مخملی من چی میخواد از اون در بیاره. اوه خیلی قرمزه، احساس میکنم شبیه این چیز شب اون یک فرشته بود. اون یک فرشته بود، خب بود اون اون یک فرشته بود بود. آره اون فیلمو قشنگ اینجا نور قرمز مینداختن رو صورتش، میخوند چی بود؟ ما آهنگش اینجا میگم با الان یه آهنگ میزنی با کپی رایت میزنی؟ نه 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 دی ری ری رین دی ری ری رین دی من نویزم شد. وای چطوری؟ خوبی عزیزم؟ چون شب بود دیگه آزادت نکردم بیای چون ماشین باشه؟ خوبیش بیادم بادود میشم اصل من. بای بای جناب آقای محمد خان بابای مخمل. مخمل شما دوست نکن تصادف کنیم مخمل توریش بشه مردم خشتک اونو بخواه. آره خودمون به درک مخمل نباید توریش بشه. الان ما اینجا روبروی کلینیک دامپزشکی نوین هستیم، اومدیم پیش آقای دکتر که از مخملی آزمایش ژنتیک بگیره ببینیم مخملی ما دختری یا پسره. ولی یکم استرس دارم من یه بچه کوچولو که مخملی چی بهش میگوشتی؟ بعد مردم رد میشن نگاه میکنن. داشتم میگفتم یه سری ممکن مثلا یه کوچولو استرس دارم بابت اینکه حالا خود نکرد شو که چیزی به بچه‌م وارد نشه، ولی خب چون قبلا یه بار تجربه داشته میدونم که ان شاءالله چیزیش نمیشه. بعد اینکه ولی اینو به جون می‌خریم تا برای آینده مخملی فکرای خوب خوب دارم، میخوام برایش استیم بالا بزنم. بریم بریم. خودو پیشاری من، پیشاری من استرس داره. نه ترسی من استرس دارم، من نشون نمیدم عزیزم. محمد بروز میخواستم ادای این که مثلا عصبی و استرسی میشی اینجوری میکنم، مثلا هیستریک میشه طرف اینجوری میکنم. نه نه وایسا چشم قاطی کرد اینجوری میکنم مثلا. خب من داشتم چشمه میزم بسیاری گولی منی ها. خود رو دست بده ماما، دست بده، دست دستی صداش میاد، صدای کفش پشت میاد. تو این محیطه با تو کار نداری؟ آره با تو حرف میزنه این محیطه، صحبت کن. محمد فرد بشم ایلوی، فرد بشم ایلوی، چه خوشگی اصلا تو این محیط که نمیدونه اصلا با من حرف نمیزنه. یالیم دوباره در خدمت آقای دکتر هستیم، میخوایم که برای تعیین جنسیت مخملی بپرسیم که چه راههایی وجود داره. آقای در خدمتتون هستم. در ارتباط با تعیین جنسیت پرنده، همونطور که میدونید یه سری از پرنده ها حالا مثلا شاخص ترینشون مرغ و خروس که از لحاظ قیافه ای میشه اینا رو تشخیص داد که از لحاظ قیافه است، مثلا مثل عروس هلندی یک سری مشخصاتی داره، یا پرنده های دیگه مثل خود گنجشکا تو طبیعت مشخص قیافه هاشون، ولی یه سری پرنده هم هستن که مثل مرغ مینا، مثل کاسکو یا مثل عروس هلندی های آلبینو که سفید رنگ هست، اینا رو نمیشه از لحاظ قیافه‌ای و شکل و شمایلشون تشخیص داد که نره یا ماده از لحاظ جنسیت. اینا رو یک آزمایش ژنتیکی همونطور که مثلا
ما نمونه میگرفتیم واسه کرونا چک کنیم ببینیم کرونا مثبته یا نه، که آزمایش پی سی آر داشت، آزمایش ژنتیکی داشت. این تشخیص جنسیت هم یک آزمایش ژنتیکی داره که ما از طریق نمونه برداری از خون پرنده، حالا هر پرنده ای که باشه، نتونیم قیافش رو تشخیص بدیم که نر یا ماده، میتونیم نمونه خونش رو بگیریم و آزمایش بفرستیم آزمایشگاه و با از طریق اون آزمایش پی سی آر که ژن پرنده رو به قولی چک میکنن، مثل خودمون که کروموزوم ایکس و ایگرگ داریم، پرنده ها زد و دبلیو دارن. حالا زد و دبلیوشون رو با آزمایش پی سی آر ما چک میکنیم که نره یا ماده. واسه نمونه گیری ما میتونیم نمونه خون رو، یکی این که از طریق با سرنگ بیام خون از رگ پرنده بگیریم، با سرنگ انسولین، حالا یا هر سرنگی بسته به جثه پرنده، واسه این پرنده با سرنگ انسولین انجام میشه. راهکار دیگه نمونه گیری از ناخن پرنده است که میان نوک ناخن رو میزنن، یه مقدار خون که بیاد همون در حد این که با دستمال پاک کنه یه قطره خون روی اون دستمال بیاد هم کفایت میکنه واسه آزمایشگاه، چون اونا به یه دونه آر بی سی کلا نیاز دارن که توی اون پر از کروموزوم و دی ان ای هست که اونا بیان یه لحظه مثلا به قولی با یک مقدار کمی دی ان ای متوجه بشن که حالا پرنده نر هست یا ماده. که این دوتا روش یه مقدار تهاجمی تر و یه مقدار درد داره واسه پرنده، ما ترجیحمون اینه که روش سوم انتخاب کنیم که نمونه گیری از پرهای خونی پرنده است که به صورت طبیعی تو بدن پرنده ها، پرهایی که جدید دارن تشکیل میشن، یه غلاف خونی دارن که ما میایم اون نمونمون رو به قولی توی بدن پرنده میگردیم. پرهای خیلی ریزم از روی سینه یا پشت کمرش یا هر جای دیگه پرنده، حتی رو گردن و سرش هم اگه ما یه دونه پر خونی کوچیک هم دیدیم، اون نمونه رو میگیریم و میفرستیم واسه آزمایشگاه، با همون مقدار خون کم هم جواب آزمایش رو به ما میدن که پرنده به قولی نر هست یا ماده. بسیار. پس بریم به صورت عملی انجام بدیم. در خدمت هستیم. زنده باشیم. پس من مخمل بگیرم، تحویل شما بدم. خدمت شما. سلام مخمل. نترسی. مومنی پیشت. پاشو دیگه ما بین پراش میگردیم یه دونه پرا خونی پیدا کنیم. پیسر بایده پیسر 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 برنده اصلا جونه منو خود پیسر من اصلا من گرم چور پیدا کنیم پرا نگاه کنید اینجا این نمونه رو میگیریم. آقای دکتر ایشالله ما کی میفهم که این آقای پسر ما دختر یا پسر؟ ما نمونه رو که گرفتیم ایشالله ارسال میکنیم واسه آزمایشگاه، تقریبا یه 10 روز 2 هفته طول میکشه تا جوابش بیاد. حالا ببینیم که آقا مخملمون آقا مخمل واقعا یا خانم مخمل. خانم مخمل خداش رو میزم جنسیت ندارم، خداش من همین انتخاب کردم دیگه. ولی خوش به حال اونایی که توی خونه دارن ویدیو رو نگاه میکنن، چون ما ویدیو رو زمانی پخش میکنیم که دیگه جوابش هم اومده، یعنی سکانس بعدی جوابشه. من خودمون باید دعا باشیم. در خدمت سلامت باشین، انشاءالله که خیر باشه. خب سلام دوباره به شما دوستای عزیز. شما یک ثانیه بعد از ویدیو رو دارین میبینین، در حالی که ما رفتیم و 10 روز بعد برگشتیم که جواب تعیین جنسیت مخملی رو ببینیم. از طرفی ما برای تعیین جنسیت مخملی یه بادکنک داریم که داخلش این بادکنک توش جنسیتش مشخص شده. من و محمد نمیدونیم، فقط آقای دکتر میدونه که ما واقعا اصلا هر چی بهش کنیم آقای دکتر حالا شما به ما بگو ما چیز میکنیم. نه خودتون باید همون موقع بفهمید.
و آقای دکتر خودشون زحمت کشیدن جایی که این بادکنک رو درست کردن، گفتن که جنسیت چیه و واقعا الان من محمد اصلا خبر نداره، میبینی مخملی جنسیتش دختره یا پسره، فقط و فقط آقای دکتر میدونه. و از اونجایی هم که برای ترکوندن این بادکنک مخمل ممکنه بترسه، ما حالا صحبتامون رو میکنیم برای ترکوندنش که ببینیم چیه جنسیتش، میریم توی حیات کلینیک. و یه چیز دیگه، شما حتما برامون کامنت کنین که ببینیم اصلا چی فکر میکردی؟ چی فکر میکردی؟ فکر میکردی مخملی دختره یا پسره؟ اگر حدستون درست در اومد حتما برامون کامنت بذاریم ببینیم چی بوده دیگه. و یه چیز دیگه، خب یه چی؟ و اینکه من خودم حدس میزدم که مخملی پسره و خیلی هم حسم به اینه که مخملی پسره. حالا بابا من از همون اول گفتم که دختر یه دختر بزن هست، دختر بزده. خب ما نمیدونیم دیگه، حالا 5 سال از عمر مخملی میگذره و ببینیم جنسیت تا ببینیم که مخمل خانومه یا آقا، ولی آقای دکتر میدونه به ما نمیگه. خب بریم مخمل، بریم مخمل تو حرف بزن شاید تو بگی تکرار کنه. فکر کنم خودشم الان تو چیزه، تو شوکه، نه داره فیلم میبینه من چیم مخمل داخلش. مخمل مثلا مخمل چه نوزه مخمل؟ قنچه بازه مخمل، قنچه بازه مخمل. دیدین؟ دیدین گفتم با من از هرچی من که خودم هر وقتی که مخمل میاد یه جایی که ناشنایه براش، اصلا با من ارتباط برقرار نمی‌کنه و از من ناراحت و عصبی تو بریم خونه یه دو تا بزنه و چنگوش گوشامو بکشه بعد خوب میشه با، ولی اصلا اینجا با من حرف نمیزنه و فقط با من حرف میزنه. خب بریم دیگه. آقای دکتر باید اینجا آره اینجا وای آره، میسیم. نه ترکونیش. از در میام، از اون در کلینیک داشتم میرفتم داخل، یهو این سگ از جلوم در اومد و من قشنگ سفتم. آره سفتم مظلومه قف نه. حتی بالوشو نگو. قفش مظلومه. خب بیا. خب. بریم. میخوای با شماش محبوس بریم؟ آره. آره. یه دو ببینیم مخمل ما بعد از 5 سال چی داره. ها پایین بزن. موازه باش. آره یه دو پسر، پسره پسره دیدی گفتم پسره. خب من مطمئن بودم مخملی پسره. نظرتون چیه؟ خودشان نفسش کنشان باید که من شدنه خوب بگیم. پس اون تخص بودن، پس اون تخص بودنش درست بود. آره تخص بودنش درست معلوم بود پسره. خب دیدی احساسات من همیشه درست میده احساسات. مرسی از آقای دکتر و کلینیک نوین که کنار ما بودن و به اصطلاح پایه بودن دیگه، همه جوره همکاری کردن و دستشون دارن. زنده باشید، ممنون از شما. خب از این به بعد دیگه با خیال راحتش میگم پیشتری بودم و بعد به فکر آستین بالا زدن رو که خانوم گرفتم براش باشیم. تنجنسیت حضوری چه بود؟ این یه پسر، پسر قنده؟ تو بگو مامان پسر من این رو پسش کنم. آها مخمل، پسر پسر قنده اصلا، پسر پسر کاکول بسر، بگو پسر پسر کاکول بسر. اینم از پایان ویدیو، مرسی که در کنار ما بودین تا انتها. یه عزیزه با خیال راحت زیبا شما پسر پسر قنده اصلا. حدس تو درست بود. از این به بعد به سلطان حدس و گمان ایمان بیاورید. من از همون اول گفتم این پسر. نیا کنم بسه بسه.